سراسر دنیا بینندگان خوب تلویزیون ای‌2 در تمام جهان. من پرویز مینویی هستم. مطابق معمول بعد از ظهرهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه خدمتتون تقدیم میشه، چهارشنبه 20 آبان 2574 هخامنشی برابر 11 ماه نوامبر 2015 میلادی است. من در آقای سوپارسا سوربی در مورد بهره بانکی در هفته پیش من یه چیزی گفتم، اصلاح کردم. من گفتم 20% بهره میدن، بعد گفتم اگر مثلا شما 1,000,000 بذارید، یا مثلا اونا صحبت های رقم های بالای این پولی میدن، یه میلیارد، مثلا 1,000,000,000 تومان بذارید، من گفتم در عرض 5 الو بله، من گفتم در عرض 5 سال پولتون دو برابر میشه، سالی 20% میاد روش. من اصلاح کردن آقای سوربی، گفتن نه، در عرض 4 سال دو برابر هم یه ذره بیشتر میشه، چون که سال اول شما اگر فرض کنید که 1,000,000,000 بذارید، سال دوم یعنی پایان سال اول 20% اضافه شده، پس پولتون شده 1,2 میلیارد، و بعد اگر اینو دوباره 20% چه بگیرید، در عرض 4 سال میرسه به متجاوز دو برابر. اما اگر هر سالی که تموم شد پولتون رو یا اول گرفته باشید یا به هر حال پول بهرتون رو در بیارید، فقط پول اصل بذارید، اون وقت 5 ساله به اندازه خودش گرفتید. خب خیلی متشکرم از راهنماییشون. مطلب دیگری که یک عزیزی صحبت کردن، گفتن که در رژیم گذشته، یعنی رژیم شاهنشاهی، می آمدن آقای تیمسار خاتم، حتما منظورشون تیمسار خاتم شوهرخواهر شاه بود، فرمانده نیروی هوایی بوده دیگه، تیمسار خاتم و آقای قطبی پدر اون رضا قطبی مدیر عامل رادیو تلویزیون ایران، این دو نفر با هم شریک می شدن و گوسفندهای استرالیایی رو یخ زده رو وارد می کردن. بعد این دوست عزیز ما گفتن که این گوسفندهای استرالیایی که یخ زده تاریخ مصرفش گذشته بوده، روش نوشته بودن که اینا برای خوردن خوب نیست، به درد کولت فقط میخوره. ببینید، من خب آدم بررسی میکنه دیگه، چیز میشنوه، پایین و بالا میکنه، میبینید تا چه حد درسته، چه حد چه حد غلطه، تا چه حد ممکنه درست باشه، تا چه حد ممکنه. من تا جایی که میدونم یه سازمان گوشتی بود در ایران که این سازمان گوشت هر گوشتی که وارد میخواد بشه، باید این سازمان گوشت نمونهش میگرفت، مشخصات اونو میگرفت و مجوز میگرفت برای ورودش. همینطوری نبود که هر کس هر مقام بالایی باشه بره مجوز گوشت بگیره. بعدم اینطوری نبود که یک کشور اوریه شرکت استرالیایی بیاد و گوشتش بنویسه این فقط به درد کود میخوره. یعنی چی؟ ما به عمرمون شنیدیم گوشت رو خرد کنن بریزن تو خاک که مثلا پای درخت ها به جای مثلا کودهای مختلف شیمیایی و حیوانی بیان مثلا گوشت خرد کنن بریزن پای درخت، بعد رو اونا بنویسن کود این گوشت ها. و مضافاً ببینید، اون گوشتی که یخ زده است فاسد که نمیشه، که گوشتی یخ زده که فاسد نمیشه، هیچ چیزی که من شما در فریزر بذارید فاسد نمیشه. میان مثلا فرض کنیم که حیوانات چندین میلیون سال قبل و دی وقت توی یخهایی که قطبی که آب میشه پیدا میکنن که هنوز گوشتش قابل تغذیه است، چون توی یخ بوده. و بسیار اینا، و حالا به فرض باش، به فرض فرض میکنیم که همه حرفای این دوست عزیز بود درست باشه و آقای تیمسار خاتم و آقای قطبی پدر اومدن گوشت یخ زده ای که روش نوشته کود اوردن فروختن به مردم. خب ببینید، کار یک رژیم رو با یک کار که نمیشه سنجید که.
مسئله مشکل همینه دیگه. ما بیایم بگیم مثلا فرض کنیم که کوروش همه چیزش خوب بود اما این کارش بد بود، پس بده. اینجوری نمیشه. ببینید هر چیز رو باید با مجموع اصول در فیزیک و مکانیک قانونی هست، برآیند نیرو هست. یه نیرو رو به جلوه، یه نیرو به پهلوه، یه نیرو به این پهلوه، یه نیرو به عقبه. ببینید برآیند این نیروها رو به جلوه یا رو به عقبه. ببینید در رژیم گذشته کشور در حال ترقی بود، هیچ کس مدعی نیست که همه چیز درست بود، همونطور که هیچ چیزی در امریکا هم درست نیست، هیچ چیزی در انگلستان هم درست نیست، در هیچ کشوری نیست که همه چیزش درست باشه. در همه جا چیزهای غلط وجود داره. در همین امریکا هم ممکنه مثلا فرض کنی که بچه میره مردم ها هول فود میخرن، پای که گوشت های مغازهای معمولی ممکنه مثلا اینقدر هورمون داره که این مثلا برای خوردن مناسب نیست، برای انسان مناسب نیست، ولی فروش میره. نمیان بگن آقا امریکا بده چون گوشت مرغایی که تو فروشگاه فروش میره هورمون داره یا مثلا فلان داره، یا برید از هول فود بخرید. میان در مجموع میسنجن که مردم امریکا و کشور امریکا در حال ترقی هستند و در حال رفاه هستند و از یه مزایایی برخوردار هستند. حالا در ایران هم یه مزایایی بود، مثلا من یه مزیت میگم، دانشجوهای ایرانی که خارج بودن همیشه میتونستن مجانن تابستونا بیان ایران بلیط هواپیما چون مجانی بود و بعد برگردن. یکی دیگه قانونی بود که هر کس میتونه در سال یه دفعه بره خارج یک ماشین بیاره و اون ماشین رو بدون پرداخت و سود و گمرکی بیاره، درجه ماشین براش مثلا 30% 40% ارزونتر از بقیه میافتاد و اگر میفروخت خرج سفرش هم در میآورد. قانون در ایران بود که از کودکستان تا درجه دکترا همه تحصیلات مجانیه. حتی در سوئد هم اینطوری نیست، حتی در امریکا هم اینطوری نیست. شما در امریکا فقط دبیرستان و دبستان و دبیرستان مجانیه. شما از مرحله دبیرستان بری بالا باید پول بدی، یک کلمه باید پول بدی، اگه پول نداشته باشی نمیتونی دکتر بشی. در ایران مجانی بود. مجانی که بود چی؟ به دانشجوها کمک های بلاعوض میدادن، قرض الحسنه میدادن. قرض الحسنه شون به تو قرض میدیم که وقتی فارغ التحصیل شدی اینو به صورت قسطی از پولش پس بدی و هیچ وقت هم مطالبه نمیکردن. حق و تدریسی بهشون اجازه میدن، میدادن برن تو مدارس درس بدن، یه پول بگیرن کمک خرجشون بشه. بسیار چیزای دیگه. در مجموع کشور در حال ترقی بود و به مردم میرسیدن. من یه دفعه گفتم، حالا تکرار میکنم، یه فیلم بود به نام دایره مینا. ما تو سوئد بودیم، تو کمپ موقت بودیم که مثلا پرونده هامون نگاه میکردن که به همون مثلا اقامت بدن یا جای ثابت بدن یا ایچوری. گفتن یه شب یه فیلم فارسی نمایش میدن، ما همه به هم دیگه گفتیم بیایید فیلم فارسی نشون میدن. دیدیم فیلم دایره مینا نشون دادن که تو این فیلم نشون میداد که پولای بیمارستان و پسمونده مریضا و دکترها و پرستارا و اونایی که تای دیک مونده بود همه رو با هم قاطی میکردن، میوردن تو خیابون رو تو گاری روبات میفروختن. مثلا کاسه ای فرض کنید، یک کاسه پلو خورش مخلوط با خورش مثلا میفروختن 50 سنت مثلا یا 20 سنت. مردم وای میسازن کاسه کاسه میخریدن میخوردن. من خودم دیده بودم اینو، ولی یک بار نه، منظورم که در یک منطقه از تهران این موضوع دیده میشد، اونم توی دروازه قزوین اون حدودا بود. خب اگه ما بخواییم ایران رو به این بسنجیم، بگیم هر که گفت ایران چیه، بگیم آقا پلوهای بیمارستان ها رو مریض های پرستار و دکتر ها رو همه رو در میارن بیرون میارن میفروشن. آخه این تو چند تا بیمارستان این اتفاق میفتاد؟ تو چه زمانی این اتفاق میفتاد؟ شاید یک دو ماه یه نفر غافل شدن، مدیر بیمارستان حواسش نبود، نمیدونم مامورین نظارت حواسشون نبود، اینجوری نبود، یه سری این اتفاق افتاد. حالا اینو ما عموم بدیم بگیم این همش این بود. اولا که بگیم گوشت یخ زده رو آورده بودن تا خارج مصرف گوشت بود روش نوشوندن کود، باور کردنی نیست. حداقل من باور نمیکنم. هیچ کشوری هیچ سازنده گوشت نمیاد بگه آقا این گوشت که من درست کردم این کوده.
میتونه بگه آقا این گوشت یخ زده است، ما دو ماه گذاشتیم تو فریزر ولی این دیگه مدتش گذشته، ولی یخ زده است، یخ زده که خراب نمیشه که، مدتش گذشته گذشته باشه خراب نمیشه. شما خودتون تو فریزرتون یه مثلا فرض کنید که خورشت قرمه سبزی درست کنید زیاد میاد میذارید تو فریزر، روش می‌نویسید 10 روز تاریخ مصرفش فلانه، ممکنه 10 روز بمونه بخورید، ممکنه 6 ماه بمونه، ممکنه 1 سال بمونه بخورید. آخه این یه چیز فیزیکیه، وقتی یه جسم یخ میزنه دیگه توش فعل انفعالاتی اتفاق نمیفته که این خراب بشه. اما من گفتم که یه سری پاسدارا از اسکله های غیر قانونی که دارن دیگه، این که به قول معروف از سر من شمسه، یعنی از خورشید روشنتره. خود آقای رئیس جمهور قبلی گفت برادران سپاهی قاچاقچی، خب اگه برادران سپاهی قاچاقچی نبودن که میبینم پدر رئیس جمهور در بیاردن که بودن دیگه، میبینن اگه میان یخش بگیرن این رو میکنه بزر ساکت میبینن. اینا من تا جایی که به نظرم میاد 25-6 تا اسکله غیر مجاز دارن، یعنی هیچ دولت و هیچ سازمان تو اون اسکله ها نظارت نداره و هر چی بخوان میارن تو اون اسکله ها وارد میکنن. منتها خب اسکله هایش که کوچیک کوچیکه، مثلا با جنسی رو تو کشتی میارن، با قایق های کوچیکتر، با لنج، با کفی از اینا میارن جنس ها رو اونو وارد میکنن. اینا چیزهایی که از بازار جهانی خارجه، مثل برنجی که نامرغوبه، مثلا فرض کنیم که لپه‌ای که توش موادی که زدن که این باشه زیادی زدن، مواد شیمیاییش بیش از حد مجازه و همه چیزهای اینطوری رو میارن و به قیمت‌های گزاف به مردم میفروشن. این سری از بازدارها با تحریم‌ها مخالفن، چون اگه تحریم‌ها برداشته بشه عملی بشه خب جنس وارد میشه، جنس سالم وارد میشه دیگه، اینا این جنس ها رو نمیتونن بفروشن. ولی یه سری پاسدارا هستن که پاسدارای شرافتمندی هستن، اینا یا حقوقشون رو میگیرن فقط به حقوق قانع، یا اگرم کارهای جنبی میکنن کارهای جنبیشون قاچاق مرغ و گوشت و لپه و برنج نیست، بلکه کارهای جنبیشون خانه سازی، جاده سازی، معدن، کارهای دیگه است. خب اون پاسداری که رفته با 3 تا پاسدار شریک شده، مثلا یه زمینی میخره توش 20 تا واحد درست میکنه میفروشه، سود میکنه، ولی از قاچاق سود نمیکنه و اون دوست داره تحریما برداشته بشه. به خصوص بعضی از این پاسدارا هستن که در اون به قول معروف گرگ ببخشید، بله گرگ، همون درست گفتم، گرگ دهن آلوده یوسف نخوردن، یعنی دهنشون خونیه ولی یوسفی رو نخوردن و لذا چیز شدن، جزء تحریم جهانی قرار گرفتن، یعنی هر هیچ جا بهشون بخوام برن کشور اروپا میگیرنشون. اینا دلشون خواهد زودتر تحریم ها برداشت بشه، اینا اسمشون از این تحریم ها بیاد بیرون، بتونن مسافرت کنن، اینا رو داشته باشن. خب مقدمه که بود که گفتم، یه اطلاعی بعض اطلاع فقط میگم، ابو مسلم عبدالرحمن ابن مسلم به قول حمزه اصفهانی پدرش پیش از آن که اسلام آرد ونداد هرمز نام داشت، پدر اسمش ونداد هرمز بود و اسم ابو مسلم بهزادان بود، پس پدرش اسمش بود ونداد هرمز و خودش اسمش بود بهزادان و ابراهیم محمد، اما نام او را تغییر میدهد و او را به عبدالرحمن موسوم می کند و او از مردم اصفهان بود و روستای فاتق، پدران ابو مسلم به ظن قوی از کردان این ناحیه بودند. این هم از به اصطلاح سابقه زندگی ابو مسلم.
ببینید یه مطلبیش در مجله راه زندگی اومده، خانم فیروزه خطیبی. فیروزه خطیبی خودش هنرپیشه است، نویسنده است و پدرش پرویز خطیبی اگه یادتون باشه از نویسندگان مشهور و طنز نویس ایران بود و در رادیو تلویزیون برنامه می نوشت. برنامه های صبح جمعه اغلب قلم پرویز خطیبی بود و شعر می گفت و طنز می نوشت و اینها. ولی و اومد بعد از انقلاب مهاجرت کرد به امریکا، متاسفانه در سن خیلی کم از دنیا رفت. دختر ایشون که فیروزه خطیب باشه یه مقاله نوشته درباره آقای تقی مختار. تقی مختار رو که میدونید همتون، تقی آقای تقی مختار خانمشون اسمشون چهره آسمیه، هر دو در ایران هنرپیشه بودن و آقای تقی مختار غیر از نمیشون هنرپیشه که نویسنده بود، مجله داشت و فعالیت داشت و یه خلاصه از زندگی در اون بحث شده. حالا من اینو براتون یه تیکاری میخونم، یه مقدار اشاره میشه به فیلم های فارسی، منظورم فقط آقای تقی مختار نیست، منظورم فیلم های فارسی که در اون زمان تشکیل میشد. پیش از این سخنرانی مجید روشنگر سردبیر و ناشر فصلنامه بررسی کتاب ویژه هنر و ادبیات در معرفی تقی مختار گفت. پس خانم فیروز خطیبی از اون جلسه سخنرانی و معرفی گزارش تهیه کردن و میگن که آقای مجید روشنگر این مطالب رو گفت. تقی مختار از دوره دبیرستان در مدرسه دارالفنون با علاقه ادبیات و هنرهای نمایشی رو دنبال کرده و از همان دوران با نوشتن مقالاتی با مطبوعات آن زمان همکاری داشته است. او در 19 سالگی دبیری صفحات فرهنگی و هنری کیهان را به دست آورد. خب خیلی کارش کار بوده، در 19 سالگی تونسته دبیر یک قسمت از کیهان بشه. سپس به فکر انتشار یک مجله سینمایی افتاد و نشریه ماه نو را که به دست انداز افتاده بود، یعنی چاپش به مشکلات روبرو شد، از صاحب امتیاز آن اجاره میکنند. پس پولم نهشت بخره، اجاره میکنند. با انتشار ماه نو برای فیلم در اواسط دهه 40 این مجله به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مجلات سینمایی در پشتیبانی از فیلم های مستقل و جدین این سینمای فارسی میراث خوبی از خود باقی گذاشته است. تقی مختار پس از سردبیری نشریات دیگری چون ماهنامه ستاره سینما، ستاره سینمای هفتگی و فیلم و هنر به بازیگری و کارگردانی سینما روی آورد و در 24 سالگی برای نخستین بار در فیلم امشب دختری میمیرد مصطفی عالمیان، یعنی مصطفی عالمیان فیلم تهیه میکرد، در سال 1348 ایفای نقش کرد. از آن تاریخ تا فیلم صبح خاکستر با بازی فیلمنامه و کارگردانی خود او در سال 1356 تقی مختار در 18 فیلم سینمایی نقش اول را بازی و دو فیلم هم کارگردانی کرد. خب من قرار است همه مقاله رو بخونم، لذا جایشی گذاشتم. بنا به گفته تقی مختار، تغییر جهت سینمای گنج قارون و فردینیسم به سوی سینمای موج نو در ایران در چند مرحله مختلف انجام گرفت. ببینید فیلم‌های سینمایی اولین فیلم‌های سینمایی که اومد مردم با خاطر کنجکاوی می‌رفتن. مثلا فرض کنید که من وقتی شنیدم آقای حالا الان اسمشون یادم میاد، آقای بله و خانم دلکش توی یه فیلمی بازی میکنن، چهار راه حوادث، خب طبیعی است رفتم آقای بله رفتم اونجا این فیلم رو ببینم دیگه. فیلم دختر لور رو ساخته بودن که مثلا در خارج از ایران ساخته بودن، آورده بودن، خب مردم میخواستن ببینن دیگه و لذا این دیدن اون اولین فیلم ها کنجکاوی، یعنی جواب کنجکاوی آدم ها رو میداد. ولی بعد یواش یواش فیلم های فارسی یه جوری شد که مردم نمیرفتن.
بخشید. یعنی مثلا من و امثال من، ما میرفتیم فیلم های ناصر ملک‌مطیع رو میخواستم بگم. وقتی ناصر ملک‌مطیع و خانم دلکش توی فیلم باز میکردن، یا مثلا توی اینا میرفتیم میبینیم، و اینها همون گفتم جواب کنجکاوی ما رو میداد، ولی علاقمند به فیلم فارسی نبودیم، فیلم فارسی رو دوست نداشتیم. بیشتر فیلم های امریکایی و هندی و عربی، بچه که بودیم فیلم های عربی رو میدیدیم، نمیدونم نعیم عاکف، نمیدونم اسماعیل یاسین، نمیدونم اون خواننده مشهور بانوی مصری و اینا رو میدیدیم. بعد فیلم های هندی اومد، فیلم های هندی مثلا سنگام و اینا رو میدیدیم. بعد فیلم های خارجی دوبله میشد، میدیدیم فیلم های خارجی، میدیدیم فیلم های فارسی طرفدار نداشت. حالا اینجا میگه که به سوی سینمای موج نو در ایران در چند مرحله مختلف انجام گرفت. فیلم قیصر مسعود کیمیایی با تم انتقام شخصی و ناموسی، قیصر ناصر ملک‌مطیع بازی می‌کرد، بهروز وثوقی بازی می‌کرد، یه دیدی هم البته بودم. و بعد از اون فیلم‌های چون دایره مینا، همون دایره مینا همون که نشون میداد که برنجا رو میارن میفروشن، تنگنا، آدمک و مغول‌ها با تم انتقادهای اجتماعی که در مرحله بعدی با فیلم‌های چون برهنه، تا ظهر با سرعت و سرایدار به طرف اعتراض اجتماعی میرفت. ببینید اگر یه فیلمی در ایران درست بشه و این نشون بده که مثلا فرض کنیم که این اتفاقات بد میفته، خب این فیلم جنبه انتقادی داره دیگه، یعنی به مسئولین مملکت چیزای زشت نشون میده تا خودشون درست کنن. اما یه فیلم یه کسی بیاد حالا بگه آقای رضا شاه یه دفعه نون سنگر خرید، پول نداد، اون موقع گفت پول چی بده، یه لغت زد بهش، این چه دردی رو دوا میکنه، چه مشکل رو رفع میکنه؟ یعنی به سود رژیم اسلامی است یا به ضرر رژیم اسلامی است؟ ما دشمنمون کیه؟ رضا شاه یا رژیم اسلامیه؟ ما باید با کی بجنگیم؟ جنگ ما با کیه؟ جنگ ما با محمد رضا شاه است؟ یا جنگ ما با شاهزاده رضا پهلوی؟ یا جنگ ما با رضا شاه؟ جنگ اون با چیه؟ اون رسوبای مسکویی نمیذاره ما خوب فکر کنیم، همونطور که رسوبای مکه‌ای هم نمیذاره خوب فکر کنیم، همونطور که خود بزرگبینی هم نمیذاره ما خوب فکر کنیم. این سه تا عاملی است که نمیذاره ما دید اجتماعی خوبی داشته باشیم. ببین ما هممون ادعا میکنیم با سوادیم، تحصیل کردیم، نویسنده ایم، نمیدونم فلان. به قول دوست من گفت من با سوادم ولی بی شعورم. گفتم آقای دکتر راستگویان چرا بد میگی، چرا به خود میگی بی شعورم؟ میگن با سوادم هم تو ایران استاد دانشگاه بودم هم اینجا. خانم آقایون استاد دانشگاه اینجا، ایران هم استاد دانشگاه بوده، پس با سواد میگه، پس با سوادم دیگه، اگر من که استاد دانشگاه نمیکردم که. ولی بی شعورم رفتم عکس خمینی رو تو ما دیدم. ببینید اگر فیلم دایره مینا که نشون میده پلوهای بیمارستان میارن خاطی میکنن مال مریض و بیمار، مال مریض و کارمند و همه و اونه که تاییدی که بوده همه رو خورشت و پلو قاطی میکنن کاسه میفروشن، این خب یک عیبی بوده که بوده. من میگم خودم دیدم اینا تو گاری میفروختن. این در داخل رژیم در زمانی که رژیم شاه هست اینو نشون بدید بسیار خوبه، برای که مسئولین یا این چه کار، این چیه، کجا بودیم، چی بوده، کی بوده، جلوشو بگیر. اما حالا که اومدیم اینجا، حالا که جنگ اون با رژیم اسلامیه، حالا بیایم نشون بدیم که در زمان شاه برنجای بیمارستان رو در مثلا فرض کنیم که 5000 تا بیمارستان اگه ایران داشت در یکیش میامدن اینا رو این کار میکردن. این کار خوبی نیست. چون ما مجموعه رو ندیدیم دیگه. وقتی ما خارجی میخواییم یه رژیم معرفی کنیم باید مجموعه اون رژیم رو بگیم، نباید یک کار خوبش رو یک کار بگیم. ما که میگیم رژیم اسلامی بده، برای که مجموعه رژیم اسلامی همه 5 میلیون نفر از مملکت بیرون رانده که من شما دوز بشیم، و بین غیر از من آدم های نخبه، آدم های تحصیل کرده، آدم هایی که محصلینی که در بنیادهای در مطالعات فیزیک و شیمی و ریاضی و در این
مسابقات جهانی اول شدن، اینا همه تو دانشگاه خارجه. وضع مردم بسیار بده. به قول یارو میگفت در زمان شاه تو هر شهری، ببخشید این کلمه زشت رو به کار میگرفت، تو هر شهری یه فاحشه خونه بود، اما همسایت فاحشه خونه باز نکرده بود. الان تو کوچه‌ای که راه میرید همونجا یه نفر داره خودش فروشی میکنه. بریم بقیه مطلب آقای تقی مختار. بله، حالا این که اینجا بود که باز این تیکش رو حالا نوشت که در فیلم‌های خاک و بلوچ فیلمسازها اعتراض سیاسی پرداختن. خب من هم فیلم خاک رو دیدم هم فیلم بلوچ رو. فیلم خاک آقای بهروز موسیقی بازی میکرد، بلوچ هم اتفاقا اینجور بازی میکرد. الو، درود بر شما، گوشی داشته باشید. آقای ناصر توکلی مدیر رادیو ایران مهمون ما هستن. آقای توکلی لطف میکنن، من اینو باید از قبل برنامه میگفتم، دیر شد حالا میگم. بله مهمان که دستی. بله خب در دو مورد که ببینید وقتی که اینا دشمنی باشگاه مملکت داشتن آخوندها از اول میگفتن گوشتای یخزده کشتار غیر اسلامی هست. حالا شاهد هم بود، ما نمیگیم که مثلا تو استرالیا که گوشت یخزده رو گوشتی که میخواستن بسته‌بندی برای یخزده کنن که ضد اسلامی رو بشه. نه جناب توکلی، اتفاقا یه سری سلاخ فرستاده بودن که اونجا ذبح اسلامی بکنن. حالا اگر ظاهرش بود درست بود. اینا یک سری سلاخ هم فرستاده بودن که ذبح اسلامی بکنن که این بهانه جویی هم کم بشه. بله حالا این که یه گوش تو سرخونه چقدر میمونده این چیزا، سازمان گوش رسیدگی میکرد. سازمان گوش بسیار یک سازمان معتبر و سازمانی بود که آقای مینویی بله در کشور ما این سازمان گوش به تمام این مسائل رسیدگی میکرد. دقیقا من میدونم خیلی سختگیر بود، به آسونی هیچ گوشی رو اجازه نمیداد بیاد. و این حالا دشمنی با خاندان پهلوی میومدن میگفتن ضد اسلامی بود و مسلما رضا شاه بزرگ زیاد آخوند دوست نداشت. بله و شاهنشاه آریامهر هم اگه پای آخونده رو باز کرد تو کشور، خب این به ضرر خودش تموم شد. این یه چیز معمولی و تاریخیه و نمیشه بهش ایرادی گرفت. شما قرار شد که تلفن های بله بله من اول برنامه باید میگفتم شما زحمت چه شما بکشید آقای توکلی با اون صدای خوبتون. من اجازه بدید من این معرفی کنم، شاید بعضیا ندونن. آقای ناصر توکلی مدیر رادیو هوستون شهر، رادیو شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس هستن. رادیو 24 ساعته اینترنتی است که اگه بخواید این رادیو رو صداشو بشنوید باید برید www.k که علامت رادیو هاست، بعد چون رادیو ایران هوستون تگزاسه پس rihd.co و یا .com اینو ببینید. حالا آقای توکلی تلفن ها رو لطف کنید بفهمید. بله تلفن ها رو من دفعه پیش اول میخواستم بگم این نجویه بیداری رو دوست دارم، این رو داشته باشید، خرجی هم برای شما نداره. حیف این نشریه است که در هر خانه ای نباشه. این کتاب فردوسیه به خاطر اینکه روشنگر روشن میکنه مردم رو. این نشریه بیداری رو تلفنش رو یادداشت کنید، زنگ بزنید برای شما میفرستن. به خاطر پول این کار رو نمی کنه آقای سیاوش لشکری، به خاطر روشنگری روشن کردن مردم این کار رو میکنه. اینه که شما زنگ تلفن بزنید به آقای سیاوش بشیری و این لشکری. بله و این من اصفار گاهی بله زنگ بزنید. ایریا کدش هست 858 320 2013. یک بار دیگه با تنی میگم یادداشت کنید، ایریا کد 858
320-213-13 زنگ بزنید، ماهنامه دارن و نشریه برای شما میفرستن، مطالبه پولی هم نمی کنن. اگر شما خواستید کمکی کنید اون چیز دیگری هست. و اما تلویزیون که الان برای شنوندگان رادیو گوش می کنن، اگر می خواهید با آقای مینوی تماس بگیرید، پیش شماره 281، شماره تلفن 835-3063. یک بار دیگه میگم که یادداشت کنید، قلم و کاغذ و اینا دم دست داشته باشید، 281 ریاکود هست شماره تلفن آقای مینوی، 835-3063 هست. و آقای مینوی این تلویزیون باید بره رو ستلایت ایران. امیدواریم آقای ناصر توکلی. اگر ما همینطوری بشینیم و بگیم باید بره و کسی دستی بالا نکنه به هیچ جا نمیرسیم. باید دوستانی که علاقمند هستند به آزادی ایران و برای آزادگی قدم برمیدارن زنگ بزنن به آقای امیدوار و به زودی تلویزیون بره رو ستلایت ایران. ببینید آقای توکلی، حالا این که گفتید اجازه بدید منم یه توضیح در این مورد دادم. ببینید ما ایرانی ها معمولا همینطوری خودمون از خونمون راه نمیافتیم. ببینید تو مجلس مهمونی هم میگن این آقا صداش خوبه، اون آقا میگه نه من نمیخونم بلد نیستم فلان، یا خانوم یا فلان، بعد به زور اصرارش میکنن شروع کن به خوندن، یا این خانوم یا این آقا رقصش خوبه ولی خودش نمیاد بگه من میام. یا در مورد کمک هم اینطوری، من یادمه که توی همین شوستان خودمون یکی از دوستان برنامه گذار بود، خواننده و هنر اینا می آورد، بعد یه سری تلفن داشت دونه دونه به اونجا زنگ می زد، می گفتش که چند تا بلیت میخواد براتون بذارم آوردم فلان فلان فلان، و بلیت ها رو به این ترتیب می فروخت. همینطوری با آگهی کنیم که مثلا فلان خواننده میاد ممکنه مردم نرن پر کنن سالن رو. به نظر من جناب امیدوار یا شما یا من یا به هر حال یه نفر بیاد اسم اون آدمایی که پول دارن وضعشون خوبه میرسه، یه متنی بنویسه که خانم عزیز، آقای عزیز، ما میخوایم این تلویزیون رو بریم روی ساتلایت ایران و این در خیلی خلاصه در خط 5 خط این خوبی ها رو داره و در 3 خط این وظایف رو شما به عهدتونه، لطف کنید کمکتون رو اعلام کنید، چقدر ماهی میدید. یه همچه کاری بکنیم، یعنی میدونید همینطوری بگیم هم اثر نمی کنه که. 100% موافقم آقای مینوی. من این رادیو رو در اختیار شما و آقای امیدوار میگذارم، مخصوص این کار که این رو هر روز از رادیو پخش کنیم و شنوندگان ما که بسیار زیاد در سراسر جهان هم هستن این کار رو بکنن. و حیفه که واقعا ما گویندگان بسیار توانایی داریم مثل استاد شمشیری، کیار کیانه، کسانی هستند در این رادیو صحبت میکنند، دکتر سعید احمدی که اینا همه در رادیو و تلویزیون سخن میگن، برنامه ساز سیاوش بهتر عرض کنم، حالا ایشون که از رفتن تلویزیون دیگری، ولی در هر صورت ما گویندگان بسیار جهانی داریم که حیف صدای اینا روی ستلایت پخش نشه. بله. و اگر خود آقای امیدوار یک تنه خودتون حریف یک گروه هستن. بله، آقای امیدوار بسیار دانشمند و بسیار برنامه ساز مقتدری هستن نشون و چه زحماتی میکشه. و آقای مینوی هیچ کس مثل من نمیدونه که آقای امیدوار به خاطر پول رادیو و تلویزیون اینا اداره نمی کنه. همیشه از جیبش دالا گذاشته و مخارج رادیو و تلویزیون از کارش و از زندگی زده و این تلویزیون حالا جناب ناصر توکلی، حالا که بحثمون به اینجا رسید، اون ایرانیان شرافتمندی که این بحث رو تا اینجا گوش کردن و واقعا میخوان یا کمک کنن یا راه کمک کردن رو ارائه بدن یا در جذب کمک ها بیان کار کنن، چون احتیاج به کار داره دیگه، بعد یه کسی بیاد نامه بنویسه، مقاله بنویسه، تماس بگیره، فلان کنه، به خود آقای امیدوار الان زنگ بزنن، شما هم تلفنشون رو اعلام می‌فرمایید.
بله من اعلام میکنم تلفنشو خودشون همه الان زنگ بزنن به آقای امیدوار دوستان. تلفن آقای امیدوار که هم من هم شما از حفظیم 703 الیاکود هست 703-655-52-68. من از حفظ میگم همیشه باور کنید 2000 شماره تلفن من از حفظم 703-655-52-68. همین الان میتونن دوستان زنگ بزنن به آقای امیدوار، اگر الان جواب ندادن نیم ساعت دیگه یک ساعت دیگه زنگ بزنن، چون الان من میدونم یک دفعه همه برای میکنن به زنگ زدن و ایشون که نمیتونه جواب 10 نفر رو در جا بده، تک تک با صبر و حوصله این کار رو بکنن. شنوندگان 703-655-52-68 با آقای امیدوار صحبت کنید و ترتیب این کار رو بدید. من 3 تا شماره تلفنی که گفتم یک بار دیگه اعلام میکنم و به شما بدرود میگم. شماره تلفن نشریه بیداری رو اول میگم که این دوستان قلم و کاغذ و مدار و درچ و اینا دستتون باشه که بنویسید، همینجوری از این گوش نگیرید از اون گوش. تلفن رادیو ایران هوستون تگزاس هم لطف کنید بگید حتما. تلفن رادیو ایران هست 713 الیاکود 713-485-4300. ببینید تلفن روندی 713-485-4300 تلفن آقای سیاوش لشکری من نشریه بیداری هست 858-320-13، یعنی 858 یا خود شماره تلفن 320-13 آقای سیاوش لشکری. و تلفن آقای مینویی اگر میخواد زنگ بزنید همین الان هستش 281-835-3-63. هرگاه اشکالی داشتید برای این تلفن ها به من زنگ بزنید با شماره 713-485-4300 با من تماس بگیرید و هم در خدمتتون هست. آقای ناصر توکلی عزیز، شما تلفن مردم تیوی رو میتونید اعلام کنید؟ تلفن مردم تیوی رو من از حفظ نیستم، چون شما یک بار بگید دو بار من میگید. من اگه حفظ بودم خودم میگفتم. خیلی متشکرم، من پیدا میکنم میگم بهت. آقای توربی خواهش میکنم تشریف بیارن روی خط بگن که منم یادداشت کنم و دفعه بعد همیشه تلفن دوست عزیزم آقای توربی رو من ازشون خواهش میکنم که الان تشریف بیارن روی خط و تلفن مردم تیوی رو اعلام کنم. سپاسگزارم جناب توکلی عزیز، مرسی. بله، من آقای امید امیدوار سپاسگزارم ازشون که این برنامه رو در اتاق فرمان در واشنگتن کارگردانی فنی میکنن. از دوستم آقای ناصر توکلی سپاسگزارم که این برنامه رو همه برنامه های منو به طور همزمان و زنده پخش میکنن. از جناب پارسا سوربی مدیر محترم مردم تیوی سپاسگزارم که این برنامه منو همزمان پخش میکنن و ضبط میکنن و ضبطشو در طول هفته و در روز آخر هفته هم میذارن و از همهشون سپاسگزارم. خب داشتم درباره فیلم های فارسی و زندگی آقای مختار در رابطه با اینها میگفتم. در فیلم های خاک و بلوچ، این دو فیلم رو میگم، دو تا فیلم، خاک اعتراض به ارباب رعیتی بود، به روز وثوقی خودشو توی خاک میکرد تا گردن خاک میده فقط کلش بیرون بود، این کار با عنوان نمادین اعتراض به اون سیستم میکرد. فیلم بلوچ هم که به زنش تجاوز شد، این مرده اومد دنبال اونایی که تجاوز کرد اونن، دونه دونه رفت، یعنی توی چادر بلوچه ها این رفت به زن اون تجاوز کرد، به عنوان خرید عتیقه وارد اونجا شدن و بعد این بازم آقای ناصر ملک‌پتی اومد دونه دونه اونایی که
این کاری کرده بودن دونه اون اونا و بعد برای که بتونه اونا رو پیدا کنه از حالت بلوچی اومد بیرون و لهجه تهرانی و شکل اینطوری گرفت که بهتر بتونه اونا رو پیدا کنه. و در ملایل نهایی فیلم های چون تنگسیر و گوزنا، خب تنگسیر که یه فیلمی بود که دلیران تنگستانی بودن، فیلم میهنی بود در واقع، یعنی مردم هم میهنشون و البته از اون یارو حاجیه نزول خورم با این اونجا هم بود که میرفتن، بازم به روز وثوقی بود که در اون فیلم با اون آدمی که ادعای تقدس میکرد ولی پول این علی بود فکر میکنم تو فیلم گرفته بودن، این اومد به هر حال انتقام خودشو از اون گرفت، این حالت انتقام مثل قیصر داشت. بعد گوزنا، ببینید گوزنا وقتی اومد من رفتم دیدم واقعا به قول معروف چشم باز موند، شاخه کلم اومد بیرون. گوزنا داستان یک کسی بود که چریکه با دولت در حال جنگه، این فرامرز غریبیان بازی میکرد رول اون چریکه در حال جنگ بود. این چریکه در حال جنگ میاد به بازم بهروز وثوقی، تو همه این فیلم ها بهروز وثوقی بازی میکرد، بازم بهروز وثوقی به نظر من گوگوش و بهروز وثوقی دو تا زوج بهترین های از بهترین های هنرپیشه های ایرانی در خانوم ها آقایون بودن. برحال بهروز وثوقی قبلا وقتی این فرامرز غریبیان بچه بود و مدرسه میرفته، این بهروز وثوقی رو به عنوان گرد محله، پسر مثلا سرایدار مدرسه میشناخته که پسر سرایدار مدرسه گرد محله بوده و همه بچه ها حساب میبردن ازش و مثلا براشون به عنوان یک پهلوان و اینجوری بوده، یه الگو بوده براشون. میاد دنبال این بگرده، بعد میگرده ببینه جلوی از این سینمایی لاله‌زار نشسته، میگه بشه تابید فیلم فلان شروع شد، برنامه تئاتر فلان چند دقیقه دیگه شروع می شود، رقص عربی بانو زهره، نمیدونم پیش پرده آقای حسین ملکی، اینجوری و حرف می زنه از شیرهی ها و فلان اینا. بعد میره پیداش میکنه، میگه تو اینجوری شدی؟ خلاصه میره خونه شو میره که این اینقدر مفنگی شده، یکی از اون خانم هایی که تو اون تئاتر بازی میکنه زنه مثلا، یا هم خونش یا دوست دخترشه. بعد اونای دیگه وسط تئاتر به این دنه تماشاگرش که نمیفهمنم حرفا رو، که این حرفی که میزنه مثلا من به شما گفته بودم که فلان دستور مرا عمل کنید، چرا عمل نکردید؟ بعد مثلا یواشکی میگه مثلا قربونت برم، میدونی اینجوری بود. بعد این زنه هی شاکی میشه که بابا تو چرا اینقدر اینا به مرد میزنی؟ بعد این مرده میاد به اون هنرپیشه مرد میگه که تو رو خدا بذار من یه دفعه یه چک بهت بزنم، بذار جلو زنم خجالت نکشم، این طوری مثلا یه قولی میده یارو اینجوری بود. بعد این همین بهروز وثوقی که همون فراش مدرسه و همون گوینده برای تئاتر تبلیغ کنه تئاتر بوده، تحت تاثیر قرار میگیره، میگه که ما ببینیم چی میتونیم در راه من بکدون بخوریم، و این روی اون اثر میکنه اون جنان که اون مثلا میره اون مواد فروشی که بهش مواد میفروخته میکشه، میدونید؟ بعد میاد درگیر میشه با مامورا دولتی، مثلا تیر میخوره، یعنی در یک لحظه آنچنان وقایع فیلم توریست که اون مرد معتاد بیخیال در واقع وجود خاصی نیست، تبدیل میکنه به یک آدم مبارز و فلان که مثلا میره قاچاقچیاری میکشه و بعد میاد در کنار فرامرز غریبیان با کی بجنگی؟ با ماموری دولت. من تعجب میکنم که این فیلمو چرا میذاشتن نشون داده بشه. یا فیلم اینجا صحبت نمیشه تئاتر تئاتر بزبز قندی بود، چی بود؟ بیژن مفید می نوشت اجرا می کرد که فیلم اومده تماشا دندون شکسته آقا موشه اینا، برای اونو می خوندن که نون گندم مال اونا، بوی گندم مال ما، نمیدونم همه چی بره به طرف اونا، توپ و تفنگ بیارن برای ما، همش بر علیه دولت و بر علیه نظام هر می زدن.
آقای و دستگاه دولتی هیچ اصلا میخندیدن به اینا، اصلا کاری به اینا نداشتن، یعنی مخالفتی نمیکردن، جلو اینا رو نمیگرفتن. حالا بیایم فیلم های تنگسیر و گوزن ها مردم را به قیام اجتماعی دعوت میکنن. نقطه پایانی این مرحله فیلم سفر سنگ بود که اصولا فیلمی است که قیام اسلامی را ترویج میکنن. بعد نوگران ها اینا مثلا فرض کنید که این من اتفاقا مصاحبه آقای تقی مختار هم تماشا کردم، ایشون میگفتش که بعد مردم یعنی روشن فکرا فکر کردن که اگر ما میتونیم چند هزار نفر رو به سالن سینما بیاریم که مثلا فرض کنیم که قیصر رو تماشا کنن، چرا ما این چند هزار نفر رو نیاریم که بر علیه رژیم تحریکشون کنیم؟ بعد شروع کردن به ساختن این فیلم ها که مردم قصدشون از این فیلم سازی تحریک مردم بر علیه رژیم بوده. حالا ببینید، اگر تحریک مردم بر علیه رژیم بود و یک چیز بهتری رو سراغ داشتن، من موافقشون بودم. باز تکرار میکنم، اگر تحریک مردم بر علیه رژیم شاه بود و جانشین بهتری داشتن، مثلا فرض میکنیم که هوشیارپور، مثلا هوشیارپور، من اسمش گذاشتم هوشیارپور، یعنی مثلا خیلی وارده که چند تا دکترا داره، دکترای حقوق، دکترای جامعه شناسی، دکترای اقتصاد، سابقه کار داره، وزیر بوده، فلان داره، اونو دارن که میخوان اونو بیارن جای آقای محمدرضا شاه. من میرفتم طرفشون، من گفتم بابا چه کار خوبی میکنی، یک حکومت مردمی واقعا میخوای بیاری که این اشکالاتی که رژیم محمدرضا شاه داره اون نداشته باشه. ولی میبینید چی گفتم آخرشو؟ نقطه پایانی این مرحله فیلم سفر سنگ بود که اصولا فیلمیست که قیام اسلامی رو ترویج میکنم. حالا سفر سنگ رو من اتفاقا ندیدم، همه این فیلم هایی که این تو ذکر شد من هم ندیدم، ولی سفر سنگ ندیدم، ولی خوندم. در اونجا یک حاکمیست در دامنه یک تپه کوهی خونه داره و از اونجا به مردم ظلم میکنه و مردمی که ظلم میشن میان جمع میشن. خب اون تلفن هایی که نمیدونم کیه قطعش میکنم دیگه، بلا وقتش نیست. در رسولت مردمی که اونجا تحت ظلم این حاکم قرار گرفتن با هم جمع میشن، میگن که بریم و یک نقشه بکشیم که این حاکم ظالم هم بین ببریم، یعنی اصلا حاکم ظالم یعنی شاه، نقشه بکشیم شاه بین ببریم. اونطور تو فیلم استعاره نشون میدن، به قول خود آقای مختار گفته که مثلا خواننده میخوند که شب که تموم بشه صبح میاد، یعنی رژیم که بره رژیم خوبی میاد. آقا چیزی نداشتی در اختیار که کدوم رژیم خوب میاد؟ چی در کنارش داشتی؟ چون میتونستید با رژیم شاه به صورت گرفتن ایراد منطقی در راه بهتر شدن کمک کنید. همین آقای دکتر کاظم ودیعی و همون آقای دکتر نهاوندی و یک گروهی بودن، اینا میرفتن اشکالات جامعه رو پیدا میکردن، مینوشتن، نه اینکه بگیم فوش بدن، نه اینکه میخوایم ما رژیم عوض کنیم یه رژیم دیگه بریم، اینا رو مینوشتن میوردن برای شاه، گفتن قربان اینا مشکلاتی است که مردم از این چیزا ناراضی هن. و شاه با دقت کامل میخوند و علامت میزد که کدومو چیکار کنه، وزیرش دستور میداد که آقا فلان کس فلان کارو کنه، فلان کس فلان. حالا البته علامه میدونم یه دیگه میگن آقا شاه اصلا دستور میداد خلاف بود، نباید دستور میداد. بله شما رویایی زندگی میکنی، واقعی نیستی. وقتی که شاهی که دستور نمیداد، حکم قانونی، هزار بار بگم، حکم قانونی از آقای دکتر مصدق داد بهش،
آقای دکتر مصدق روی پاکت نوشت فرمان همایونی در ساعت 1 بامداد روز 25 مرداد ماه دریافت شد. بعد دلش امضا میکنه دکتر محمد مصدق. یعنی نمیدونست نخست وزیر قانونی دکتر محمد مصدق. نمیدونست نخست وزیر اینان دکتر مصدق. نمیدونست دکتر محمد مصدق. اونجایی که بینیست فرمان همایونی و این پایینش که میگه دکتر مصدق، دکتر محمد مصدق، یعنی قبول کرده فرمان ازلشو. آقای دکتر فاطمی فرداش اومد توی بهارستان گفت مردم شاه را عزل کردیم، جمهوری اعلام شده، از این بعد رژیم جمهوریه. به سفیر ایران در بغداد دستور داد شاه را محل نذار، به سفیر ایران در روم دستور داد شاه محل نذار. آقا خانم آقایون، این دکتر حسین فاطمی کودتا میخواست بکنه. تکرار میکنم، دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه و یار یاور آقای دکتر مصدق میخواست کودتا بکنه. آقای دکتر مصدق هم هیچی نگفت، حتی اومد گفت در رادیو گفتش که کودتایی بود در نطفه خفه شد. بعد آقای دکتر مصدق بعد رفتن شاه متوجه میشه که خیلی کار بدی کرده، چون به هر حال آقای دکتر مصدق آدم میان پرستی بود، آدم خوب بود، متوجه میشه خیلی کار بدی کرده و توده یا با این گروهی که افسرهایی که دارن، که البته اون که نمیدونست مثلا 600 تا افسر توده ای هست که، ولی میدونست که نفوذ دارن و احساس کرد که توده ای ها حکومت رو میگیرن تبدیل تقویم مسکو میکنن. ولذا پسر برادرش تیمسار حسین دفتری رو که سخت طرفدار شاه بود گذاشت فرمانده شهربانی های کل کشور. خب پاسبونا که بچه نیستن که فهمیدن که این فرمانده که برش گوشتن، این فرمانده طرفدار شاهه. یواش یواش شروع کردن زنده باد شاه. خانم آقایون نگید اوباش رفتن، نگید شمام بیمخ رفت، شمام بیمخ تو زندان بود اون موقع. نگید لاتای میدون اومدن، نگید خانمای فلان محله اومدن، اینا رو نگید. بازاریا تلگراف زدن با آقای بروجردی، آیت الله بروجردی فرمانده، یعنی به اصطلاح نفر اول شیعه کشورمون، گفتن آقا اینجوریه، گفت صلاحی که برید تظاهرات کنه به نفع شاه. حالا من جملات یادم نیست ولی فتوا داد که برید. البته آقای کرمیت روزولت آدم دروغوی خود گنده نشون بده، اومده با یه مقدار پول، برادران رشیدیان هم اومده بودن کمک کردن، این مقدار پول بین اون لاتا و اون زنها اونا قسمت شده. اونا حمله کردن، هیچ غلطی نتونستن بکنن، رفتن کنار. بعد که دیدن حالا مثلا آقای فضل‌الله زاهدی اومده، حالا که دیگه مرگ بر شاه شده، حالا که زنده باد شاه اومده و دیگه مصدق دیگه نداره، اونا ریختن خونه مصدق غارت کردن. خب معلومه همیشه این اتفاق میفته، جنگ هم میشد، جنگ نمیدونم واترلو هم که بود، یه سری میرفتن اون تو اون فیلم بینوایان نشون میده بحث میکنه، اونه که میگه این مقدار واقعیت های زندگی است دیگه، میگه وقتی جنگ میشد یک عده بودن میرفتن شبانه جیب سربازا و کیفشون و فلانشون اینا رو میدوزیدن. همیشه اینجور چیزا هست دیگه. حال برگردیم به فیلم، دور شدیم از موضوع. بله داشتم فیلم سفر سنگ رو میگفتم، فیلم سفر سنگ رو گفتم من ندیدم ولی خوندم. بعد در اونجا اون سنگه اونجا هست، بعد سعید راد مثلا قهرمان بزرگ بوده، قهرمان ملی، این میاد که سنگ رو این هول بده. وقتی این سنگ میخواد هول بده بازوش رو میداره در سنگ هول بده، اینجا بازوش یک قرآن به بازوش بسته بودن. یعنی روشن فکرای ما، یعنی توده‌ای ما، یعنی جبهه ملی‌های ما، یعنی اونایی که ادعای روشن فکر می‌کردن اومدن قرآن رو گذاشتن رو بازو گفتن حال بده، اومدن اسلام رو آوردن، یعنی اونها اسلام آوردن. اگر اونها نمی‌رفتن دنبال شریعتی، نمی‌رفتن دنبال اون یکی دیگه آل احمد و این گوینده‌های اسلام‌گرا، نمی‌رفتن به اونو پروبال نمی‌دادن، نمی‌شن. ببینید این روشن فکرای ما متاسفانه خانم آقایون هیچ چیزی تو چنده نداشتن، هیچ چیزی تو چنده نداشتن، یعنی هیچ
رژیم مثلا بگن اینو نخست وزیر میکنیم، اینو رئیس جمهور میکنیم، اینو وزیر و فلان میشه، این فلان میشه. هیچی نداشتن، عرضه هیچ کاری نداشتن، فقط عقده داشتن، میخواستن شاه بیفته. بعد این خودشون زورشون نمیرسه گفتن بریم سراغ اسلام. دیده بودن توی تاسو عاشورا از حضیه که رامیشون را میفته، مردم کسی نمیزنن خشمگینن، به شدت میشه اینا رو حرکت داد به یک سوی. از این گفتم ما بریم سراغ اسلام. بعد خمینی که قبلا بر علیه شاه قیام کرده بود و اون زمان یک آقای علمی بود، امیر اسدالله علم، که یار و یاور شاه بود و شاه هم بهش اعتماد داشت و اونم بسیار چیز بود، تیزبین بود و زود واکنش درست نشون میداد. مردم ریختن توی اداره رادیو میدون ارک، الان من نمیم اون کجا چه بوده، میدون ارک یک خیابونی بود، یک طرفش به نام میدون ارک، یک طرفش دفاتر رادیو اینا بود، یک طرفش هم موزه جواهرات سلطنتی بود. اینجا بود این رادیو ارک، این نزدیک سبز میدونه مثلا توی خبون بود، زرد میدونه اونجا یه جایی بود. اینا ریختن توی اینجا. البته اداره رادیو، اداره فنیش توی بیسیم بود، توی جاده قدیم شمیران، ایسکا بیسیم میگفتن، اونجا بود تشکیلات مسائل و ماشینالات و اینا همه دستگاه اونجا بود. منتها اینجا اتاق ضبط و پخش بود، از اینجا میفرستادن، اونا میفرستادن رو آنتن. یعنی ولی از این میدون ارک برنامه ضبط میشد میرفت. اوائل کار از توی همون جاده قدیم، از تو اون همون بیسیم پهلوی اونجا میشد. ولی بعدا اومده بود دیگه این میدون ارک، اینجا همه کار دفتری اینا همه اینجا بود، از اینجا میفرستادن. ولذا اینا اگه اونجا مثلا بلد بودن یه کلیدی رو روشن کنن، یه دستگاه رو روشن کنن، میتونستن پیام بدن. آقای علم گفت اینا ریختن تو رادیو، بزنید بگید هیچ که حق نداره بیاد تو، هر کی اومده تو بره بیرون، اگر نمیزنید. زدن 20 نفر کشته شدن. خود آقای علم میگه که من رفتم گفتم هر کی کشته شده، هر کی نوناور خانواده بوده پیدا کنید، آدرس بدید، فلان بدید، دو برابر حقوقش، حالا دو برابر یا شدم سه برابر من یادم نیست، حقوقش بهش میدین تا بچه‌هاش از حد کوچیکی سقیری در بیاد به کار زندگی برسن. 30-40 نفر بیشتر پیدا نشدن. و اون آقای یکی از همین یاران خمینی اومدن تمام کشته شدگان رژیم قبلی رو همه رو بررسی کردن و دیدن که هیچ اون رقمایی که اونا میگن موجود نیست و اینجوری نبودی که اونا عده کشته شدن. الو، درود بر شما. گوشی بله بفهمید، صدات بخش بخش میشه. آقای ناصر توکلی، تلفن آقای سوربی هست، آقای پارسا سوربی، 703 ریاکود 957-61-50. یک بار دیگه میگم سه مورده یادداشت بفرمایید، 703 ریاکود 957-61-50. مرسی، خیلی متشکرم. چون من احساس گناه میکردم، چون آقای پارسا سوربی تو مردم تیوی این برنامه رو پخش مستقیم میکنن و بعد ضبط میکنن و تکرار میکنن در شبها و در روزهای آخر پرده. خیلی ممنون که گفتید. بله کردم و از اون موقع سالا و توی سفتش تلفن 703-957-61-50. قربان شد. مرسی، خیلی ممنونم. مرسی. بله، پس روشنفکران در همون اول یه فیلمای درست کردن، گفتن که ما سینمای موج نو درست میکنیم، مردم رو به سالن ها بکشیم. بعد کشیدن به سالن ها فیلمای اعتراضی درست کردن، مثل تنگسی رو، مثل خاک و مثل بلوچ و اینا. بعد فیلمای قیام اجتماعی بر علیه رژیم درست کردن، مثل گوزن ها و مثل حرکت سنگ
که اینا دیگه میگفت آقا بریزین دیگه شاه اون سنگو برحال سعید راد به کمک دیگران اون سنگ بزرگی که بالای کوه بود قرآنی که به اینجاش بود یا این دستش بود گذاشت اینطوری فشار داد یعنی قرآن داره سنگو حرکت میده و سنگه از اون بالا قل خلق اومد خونه حاکم ها بین برد در حال که روشن فکر ما هیچی نداشتن بگن خب این از این برنامه های فیلم های فارسی که براتون توضیح کردم مثل خانم فیلسه خطیبی حالی تو برگردیم از بیداری بگیم یک آقای آرش جاویدان مثلا نوشتن یه مقاله نوشتن من یه تیکش براتون بخونم شما با خدای شما بله شما یا خدایی دارید که تجاوزگران را میفرستد تا به کودکان تجاوز کنند و یا خدایی دارید که به راحتی تجاوز به کودکان را تماشا میکند و میگوید به کارتان برسید وقتی تمام شد من شما را مجازات میکنم اگر من بتوانم جلوی تجاوز به کودک را بگیرم حتما این کار را خواهم کرد این تفاوت من با خدای شماست ببینید خیلی راحت ساده میگه من خودش نمیگه من نوعی رو میگه اگر من شما هر انسانی ببینیم که یک نفر داره به یک کودکی ظلم میگه و میخواد بهش تجاوز کنه شلوارش رو در بیاره کارش بکنه قبل از اینکه به اون مرحله برسه قبل همون مرحله که دست شروع کودک بلند میکنه صدای بچه گریه و بچه بلند میشه ما میریم جلوش میگیریم حتی اگه بتونیم دستش میگیریم پلیس صدا میکنیم خدا صبر میکنه اون کار تموم بشه بعد میخواد مجازات کنه ما اگه ببینیم یه نفر میخوام بکشن میریم جلوش میگیریم خدا صبر میکنه بکشن بعد بره مجازات کنه یه مطلب دیگه هست در بازم بیداری میشه حواس خدا رو پرت نکنید من این از اول تا آخرش میخونم زیادم بزرگ این ببینید این قطعه یعنی در واقع یک چهارم صفحه است آقا و خانم مؤمن نمازخوان که افتخار میکنید نمازتان هرگز ترک نشده است در همان 10 دقیقه این 10 دقیقه تو خاطرتون بسپرید در همان 10 دقیقه که شما نماز ظهر یا شب خود را میخوانید و خدا به شما گوش میدهد و فرشته ها در حال ضبط درخواست ها و دعاهای شما هستند در همان مدت کوتاه طبق آمارهای رسمی جهانی الو 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 بفهمی اوکی کال تومارو پلیز بله مد بله و خدا به شما گوش میدهد و فرشته ها در حال ضبط درخواست ها و دعاهای شما هستند در همه مدت کوتاه طبق آمارهای رسمی جهانی 114 کودک بر اثر گرسنگی تلف می شوند 23 کودک برای بردگی فروخته می شوند 15 انسان از ناراحتی های زندگی خودکشی می کنند 13 انسان در زندان ها مورد تجاوز قرار می گیرند 10 انسان به قتل می رسند 13 انسان در جنگ کشته می شوند در همون 10 دقیقه که شما نماز می خونید و خدای شما مات و مفقود نماز شماست کان را حفظ بخوانید و به غفلت در اثر خروج بادی از شما نمازتان باطل نشود و گوش بدهد که شما چه میگویید و درخواستهایتان چیست آقا و خانم مؤمن نمازخوان لطفاً با نماز و درخواستهای تکراری خود
حواس خدا را از مسائل اصلی جهان پرت و به خود مشغول نکنید. بگذارید خداوند عالم به کارهای مهمترش که حفظ جان مخلوق خیش است برسد و روزی 17 بار نگران باطل شدن وضوع شما نباشد. خدای شما عجب موجود بیخیال و بیکاری باید باشد که روزی چند بار می نشیند و حرفای شما بقیه را گوش می دهد. اینم از بیداری که باید بقیهش می داریم برای دفعه بعد. خب من در نشریات خوندم، در رادیو تلویزیون ها خوندم و شنیدم که در مجله تایم عکس یه دختر ایرانی رو گذاشتن و چندین صفحه درباره ایران صحبت کرد. برحال چانس خودم این مجله پیدا کردم. این مجله تایم همین آخرین شماره شه. شماره شو براتون میخونم چه شماره ایست. و همین مال ماه نوامبره. این عکس روی مجله است. این تایم، اینم عکس روی مجله. من بعد نشون دادم. این تایم، اینم عکس یه خانم ایرانی که عکسش روی مجله است. بسیار خوش تیپ و با یه جست خاصی عکاس حواسی خانم رو یه جای دیگه پرت کرده و عکس خیلی قشنگی ازش گرفته و گذاشته روی مجله. خب حالا ببینید توی مجله چه خبره. توی مجله اینطوری نشونتون بدم، اینجوری اینجوری بد نشون. توی مجله این دو صفحه درباره ایران، عکس ها مال ایران مربوط به ایرانه. این دو صفحه بازم مربوط به ایران، 4 صفحه. این دو صفحه بازم مربوط به ایران، 6 صفحه. این دو صفحه مربوط به ایران، 8 صفحه. 8 صفحه مطلب مربوط به ایران داره. چه شده خانم آقایان؟ چرا مجله تایم 8 صفحه راجع به ایران می‌نویسه؟ مخبر مجله از ایران چیزای من، البته من انگلیسیم خوب نیست، میترسم اینا رو ترجمه کنم بخونم غلط ترجمه کنم، چون حالا انگلیسی روزانه حرف زدن غیر از مطالب ادبی رو خوندن و ترجمه کردن. ولی با این حال یه بعضی جاهاش می‌بینید که علامت گذاشتم که بذارم این دیگه که شما ببینید من واقعا علامت گذاشتم. ببین این جاها رو علامت گذاشتم که برای شما بخونم. اینجا البته اینم دیروز به دستم رسید، من دقیقا نرسیدم که بخونمشو و بیشتر دقیق باشم دوش، ولی میبینید که اینا همه هستش. بعضی جاهاشو از بچه هایی که همکارم هستن خواستم بخونن و اونا برای من تعریف کنن ببینن چی میگه. حالا از روی جلد از صفحه اول شروع کنیم. اینجا یک عکسیه که خانمای ایرانی و یه دی ایرانی رو نشون میده. کنین کنارش چی نوشته؟ نوشته که Is Iran finally ready for change؟ یعنی ایران در بالاخره برای تغییر آماده است. پس ببینید
چنجی در راه خواهد بود. عکسای بعدی، عکسایی از جاهای مختلف ایران. اینا مردم اینجا میبینید که اینا، این آقای ایرانی، این خانم، اینا بعد اینجا، اینجا نوشته که The politics of Iran. بعد الان من یه جایش رو اگه بتونم براتون بخونم، نوشته که a visitor might ever think Iran has already joined President Barack Obama. یه یک ویزیتور فکر میکنه که الان مردم ایران پیوستن با آقای اوباما. Those or the young woman playing badminton in the twilight on the Tehran Lale Park. خانوما توی پارک لاله، twilight، من twilight من ترجمه کردم سحر قبل از آفتاب، بچه ها گفتن غروب، در صورت حال به هر حال در غیاب خورشید دارن بدمینتون بازی میکنن. به هر حال با افراد مختلف صحبت کرده، افراد مختلف گفتن، میگه اصلا قیافه ها اصلا اسلامی، هیچ چیز اسلامی نداره، فقط یه تیکه پارچه گذاشتن اون سرشون، از اسلامی هم یه تیکه پارچه هست، همه آرایش کردن، موجوهاشون درست کردن، همه چی کردن و در مهمونی های مختلف جمع میشن. منظره های تهران انداخته، برحال مطمئن باشید که تغییراتی در راه. این نمایشگاه موده، میگه در زمان روحانی نمایشگاه مد آزاد شده و نمایشگاه مد و فشن در ایران ایجاد میشه. من این یه جاشو خوندم به بچه‌های خودمونم دادم، خب اونا هم که دیگه چیز نیستن که ادیب نیستن، نتونستن بفهمن یعنی چی. من نشون میدم شاید شما متوجه بشید چیه. ولی یه طنزیه توش، Persian Iran produced both Islam's golden age and the poet Hafiz who asked what would happen if God leaned down, if God leaned down and gave you a full wet kiss. نمیدونم من منظورش به یه شعر حافظه، من نمیدونم که منظورش چیه، نویسنده منظورش چیه. میگه که خود چی میشه که خب خدا به شما یه برحال یه بوسه یه خیس بده. نمیدونم واقعا میگه منظور، بچه های ما هم خرچ خوندن نفهمیدن چی منظور چیه. It means underground music, art and publishing. یعنی موزیک و همه چیگه دیگه خودتون دیگه فهمیده دیگه. Drive will government statics show young people are growing more sexuality activity, English classes are popular
And 3 months after the nuclear deal, نوشته که توی گیومه گذاشته Death of America on مرگ بر امریکا motive was almost impossible. یعنی مرگ بر امریکا دیگه کم شده دیگه شما زیاد اینو نمیبینید. و به هر حال با خانم آقایینی که صحبت میکنه میگه که همه با امریکا موافقن و روی خوش دارن به امریکا. خب من امیدوارم که اینو بخونم بازم بتونم براتون یه چیزی از توش در بیارم. نوشته که عکسایی که فقط در ایران دیده می شود. بله. اینجا نوشته که وارد چمن نشوید. همه رو چمن فرش بند کردن نشستن. اینجا نوشته که ایمان خالص نوشته نان سنگک، غذا دیزی آبگوشت، سیگار اوشمو، این دیزی آبگوشت، این سیگار اوشمو، این نان سنگک. اینجا نوشته که مادر جان، در گذشت گرامی تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم به مادر جان. نه این چیه؟ اینجا نوشته که عرصه دامپزشکی و عرصه خدمات به انسان هاست. عرصه دامپزشکی عرصه خدمات به انسان هاست. دانشگاه نمیدونم کجا. این سنگ بدهکار است. یارو مثلا پول قبرشو نده. اینجا نوشتن په اینا عکسایی که فقط تو ایران نوشته پیدا میشه. مقام فرهانی این یک چیز واقعا دردناکی است. آدم ولی خوب فکر کنید چی میگه. دلیل قتل قائم مقام فرهانی را بهتر است در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران جستجو کرد. سفیر انگلیس چنین میگوید، میگه که قائم مقام فرهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانسته بودیم او را بخریم. قائم مقام فرهانی وزیر محمدشاه قاجار بود، یعنی پدر ناصرالدین شاه محمدشاه قاجار بود. قائم مقام فرهانی پدر اون بود و امیر کبیر آشپز قائم مقام بود و امیر کبیر بچه آشپز بود اونجا. و چون خیلی باهوش بود قائم مقام اجازه داده بود که وقتی که معلم سرخونه میاد برای بچه های قائم مقام درس میده، میز تقیی هم که اون هم بچه آشپزه بوده، اون هم بیاد بشینه که اون هم میشه بعد هم وزیر ناصرالدین شاه. پس نوشته که سفیر انگلیس چنین میگوید، قائم مقام فرهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانسته بودیم او را بخریم. هر رشوه ای که به دون میدادیم میگرفت اما آن را به شاه میداد. سرانجام نامه‌ای به دولت عالیه انگلیس نوشتیم و برای کشتن ایشان درخواست پول کردیم. پس از اینکه پول فرستاده شد شبانه به خانه امام جمعه تهران رفتیم و مقداری را به او و مقداری را هم جهت عواملش به دو دادیم و گفتیم باید که وی را تکفیر کنیم. فردا در همه مساجد تهران روحانیون بر سر منبر رفته و بانگ برآوردند که مسلمانان
از دست این کافر فریاد فریاد او دولت اسلام را بر زمین زده است. سر صدا که بالا گرفت محمدشاه ابتدا او را عزل کرد و پس از یک هفته فرمان قتل تنها ایرانی وطن پرست را امضا کرد. پس از قتل آن بزرگ مرد سوار بر اسب شدم، یعنی سفیر انگلیس میگه سوار بر اسب شدم تا واکنش مردم را در شهر ببینم. دیدم این مردم ابله فرومایه به سان شب عید یکدیگر را در آغوش کشیده و کشته شدن این کافر ملحد را به هم تبریک میگویند. ببینید وقتی که اون دوست من میگه من سواد دارم اما شعور ندارم، همینه دیگه، منم سواد دارم ولی شعور ندارم. به محض اینکه حسن و حسین و تقی نقی گفتن این آدم قاتل بوده، منم میگم قاتل بوده، اصلا تحقیق نمیکنم که. من یادم تو نمایشگاه یه زمانی چند ده 15 سال پیش یه نمایشگاه تو برلین تشکیل شده بود، یه سری از ایرانی ها اومده بودن اونجا، مثلا فرض کنی وکیل مجلس فلان اینا صحبت کن، یارو می رفت صحبت، یکی میگفتش که این من خودم دیدم 152 نفر رو با دستای خودش کشت. یارو میگه بله با تو کجی فهمیدی 152؟ گفت من الان میگم دیگه. همینطوری همینطوری آقا قاتل قاتل بیا پایین، قاتل حرف نزن، اشکی نمیره باقی این بیم. ببینید خانم آقای من میدونی چی میگم. من میگم کنجکاوی در گذشته افراد که آیا اینا قاتل بودن یا نبودن به من ارتباط نداره. این حرفا به دو گروه اعتبار داره ارتباط داره. اینکه فلان کس قاتل بوده یا نبوده، گناهکار یا نیست، باید مجازات بشه یا نباشه نشه، به من مربوط نیست. به کی مربوطه؟ یکی با دادستان کشور مربوطه، یکی به اون افرادی که عزیزشون کشته شده. اون افرادی که عزیزانشون کشته شده میرن شکایت میکنن، دادستان چه قبل از شکایت اونا چه بعد از شکایت اونا، یعنی دادستان هر لحظه میتونه اون مجرم رو بگیره، چه شکایت بشه ازش نشه، منتها وقتی شکایت بشه انگشت میره روش، اینو بگیرید. پس بنابراین اونایی که بگیم که کیا قاتلن، وظیفه کیه؟ وظیفه یکی دادستان کشوره، یکی وظیفه اون افرادش که عزیزانشون از دست دادن برن از اون افرادی که عزیزانشون رو کشتن شکایت کنن. پس من اگه بگم آقای روحانی 1000 نفر کشته، من کارم درست نیست. من الان فکر می‌کنم آقای روحانی جلو آقای خامنه‌ای وایساده، میدونم خیلی با من بد میشن، میدونم خیلی ها میگن این عقلش کمه، ولی من اون چی که به نظرم میرسه من میگم ما دو جور میتونیم رژیم رو بندازیم، یا از داخل یا از خارج. از خارج ما یه شاهزاده رضا پهلوی رو داریم که آدم موجهه است، برای اینکه دنبالش وایسیم و بریم رژیم بندازیم. نمیریم دنبالش وایسیم، بگیم برو بنداز ما رو دعوت کن. و اگرم گروه های سیاسی داریم، یه گروهش مثل مجاهدها رهبرانشون میگن آقا نه فقط ما ایران، مریم مریم ایران. من خودم توی جلسه مجاهدها توی واشنگتن بودم، اینم عکس، ببینید من خودم با آقای پاتریک کندی، اگه کسی مجاهده میدونه که من چی میگم که دروغ نگم. این عکس منه، این عکس آقای پاتریک کندی، اینم عکسی که دوستانه. اینا تو همون جلوی دفتر خانم کلینتون وقتی وزیر امور خارجه بود این عکس گرفتیم، رفتیم بگیم آقا مجاهده رو از لیست تروریست بردارید. یعنی من دشمن مجاهده نیستم، دوست مجاهده هستم. اتفاقا توی همین جشنی که بود اخیرا تو استون گفتم اون آقای شاهکار بینش پژو بود، یه ده مجاهد دوستای عزیز من دیدیم، با هم خوشبش کردیم، صحبت کردیم، فلان کردیم. ولی آخه این خانم آقای مجاهد، من دوست دارم شما رو، ولی اینکه ایران مریم مریم ایران، این من احساس حقارت میکنم. خب من برنامه به پایان رسید، تشکر میکنم از جناب امیدوار در اتاق فرمان،
تشکر میکنم از شما عزیزانی که به این برنامه توجه کردید. واقعا به قول معروف خدایش قابل دار نبود، شما لطف کردید، خیلی ممنون. شاد و پیروز باشید، شما رو به خردتون که خدای خودتونه میسپارم.